بدستی پایگاه خبری بمداد عکس نو عزت امان حامی شناخته حقوق مهاجران تاجک رسید که به گفته مالفش روز 22 سپتامبر در یکی از اجره ها در بنای دادگاه شهر دوشنبه ثبت شده است. این نخستین عکس عزت امان 48 ساله بعد بازداشتش است. عزت امان که ماه مرد به طور مرموز از روسیه آورده شد، اینک 6 ماه باز در دوشنبه در حبس قرار دارد. دادگاه پایتخت بنا به اطلاعی دریافته مسئله باز تا 2 ماه دیگر تمدید کردن زمان بازداشت او را بررسی میکند. ولی یک منبع بامداد گفت عزت امان پول تقریبا همه آنهایی را که نسبت به وی دعوای پولی داشتند پرداخت کرده است و تنها یک نفر دیگر باقی مانده است که شاید تا یگان روز دیگر آن هم پرداخت شود و بعد آن عزت امان بر اساس قانون عوف به آزادی براید. قانون عوفی که به مناسبت 30 سالگی استقلال تاجیکستان قبول شد، عوف آنهایی را که بر اساس ماده 247 کدکس جنایتی با اتهام قلابی محکوم شدند یا پرونده دارند نیز پیش بینی میکند، ولی به شرط پرداخت مبلغ ضرری که در پرونده اشان درج شده است. عزت امان روز 25 مارس سال جاری همگی چند روز بعد لغو شهروندی روسیه‌اش به طور مرموز از مسکو غیب زد و 2 روز بعد در دوشنبه پیدا شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلان کرد که عزت امان در این وزارت در بازداشت قرار دارد و بازداشت در اوباب با اتهام قلابی پرونده جنایتی گشودند. عزت امان 20 اپریل سال 1973 در دیره ظفر جماعت چوریکاران نویه رودکی به دنیا آمده، از ابتدای سالهای 2000 در مسکو بسر میبرد و به حمایت از حقوق مهاجران تاجک مشغول بود. او در بهار سال 2020 مرکز تاجکان مسکو را تأسیس داد و در ماه اول پاندمی یک معرکه گسترده کمک به مهاجران بیکارمانده تاجک را برو انداخت.